آیا از استرس، افسردگی، اضافه وزن و یا حتی از ناراحتی‌های قلب و عروق رنج می‌برید؟ من دکتر طایبی با بیش از 15 سال تجربه روش‌های طبیعی درمانی را برای سلامتی و بهبودی شما ارائه می‌دهم. تلفن 905-508-6668. بالاترین ثروت شما سلامتی شماست. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز در سراسر دنیا، در هر کجا که هستید، ضمن آرزوی سلامتی برای شما عزیزان در برنامه دیگر از سلامت تن و روان با حضور جناب آقای دکتر طایبی در خدمتون هستیم و این برنامه به مدت 11 سال هست که ادامه داره و امروز هم قبل از اینکه من برنامه رو ایشون آقای دکتر شروع بکنن، من چند تا سوال دارم ازشون که اول اجازه بدید خدمتشون عرض سلام کنم. عرض سلام داریم خدمتتون آقای دکتر. متشکرم. بسیار ممنون از اینکه باز هم از بنده خواستید که در این برنامه همراه شما باشم. خواهش می‌کنم. مرسی از لطفتون. خواهش می‌کنم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم و شما به بحث امروز بپردازید، من چند تا سوال دارم از خدمتتون که اگر اجازه بدید مطرحش بکنم. خواهش می‌کنم. سوال اول من این هست که شنونده این میگفتن یکی از نزدیکانشون دچار سرطان پانکراس که همون لوزالمعده هست شدن و وقتی فهمیدن که به حد زیادی گسترش پیدا کرده بوده و به درجه 3 رسیده بود، آیا روش طبیعی هست که بشه جلوی این جور بیماری ها رو گرفت و اگر هست هزینش چقدر هست و چقدر طول میکشه؟ بسیار خوب. داریم خیلی از عزیزان میان و میگن که همچین اتفاقی افتاد و ما نمیدونیم چی شد و به نظر میرسه که خیلی پیشرفت کرده، حالا چه از سرطان باشه چه بیماری های دیگه. متاسفانه سیستم های معمول، شما حتما باید یه دردتون بگیره، ناراحتی ایجاد بشه که برین و بگین دکتر که این اتفاق افتاده. اخیرا با یکی از عزیزان صحبت میکردم، میگفت در اثر استرس خیلی زیاد زیر بغلش به اندازه یه حالت توپ باد میکرده، بعد از 2-3 روز دوباره خوب میشده. استرس زیاد باعث این میشد. سیستم های طبیعی درمانی میاد چون ریشه‌ای کار میکنه، میاد یه پیشگیری ها و پیشبینی های را هم استفاده میکنه. دستگاهی به اسم کوانتوم بایوفیدبک که حدود 25 سال استفاده میشه. این دستگاه در واقع ابتداعاً توسط فضانوردهای روس استفاده میشد. وقتی میفرستادنشون تو مدار، اینها رو وصل میکردن به این دستگاه و تمامی در هر ثانیه عملکرد اندامهای داخلیشون اندازه‌گیری میشده. تمام سیگنالای بدن بعد دانشمندای اتریشی میان اینو برمیدارن و ازش در واقع سیستم دایگنوزشن یا سیستم تشخیص درست میکنن. این دستگاه در واقع کل بدن رو اسکن میکنه، عملکرد کبد، کلیه، شش، تحال، پانکراس، اینا همه رو میده. به اضافه اینکه کارکرد سلولی رو میگه، بهش میگن سلولار وایتالیتی، اون رو میده. مسئله خیلی جالبیه که به نحوی ایج شما رو، بهش میگن بایولوژیکال ایج شما رو بهتون میده. سیستم رو ما بیش از 12 سال الان استفاده میکنیم، خیلی جوابگیری بسیار جالبی رو داریم. عزیزانی که به نحوی در خانواده‌شون مشکل سرطان بوده یا هست، یا اینکه کلن برای کنجکاوی دوست دارن که فایند اوت کنن، خب تو مسئله توی شهرهای شلوغ و دود و نمیدونم استرس‌های زیاد احتمال به وجود آمدن بیماری ها هست. بنابراین شخص میتونه با مبلغ هزینه بسیار پایینی، حدودا $120 هست که 1 ساعت طول میکشه. پرسیدین چقدر طول میکشه؟ این تست رو انجام بده، اطلاعات بسیار عمیق، یعنی در واقع در سطح سلولی شما میگیرین این اطلاعات رو و ریپورت کاملی میگیرین. ریپورتش حدود 7-8 صفحه هست. بیس روی اون ریپورت ما میتونیم بگیم که از کجا شروع کنین. مثلا اگر عمدتاً اگر کبد مشکل داشته باشه، شما پاکسازی کبد رو انجام میدین، تقویت کبد، بعد سیستم لنفاوی، بعد مثلا قسمت مربوط به هورمون ها اولویت با چی هست. پس با استفاده از این دستگاه نحوه کارکرد کلیه ارگان های بدن رو میشه که
فهمید که درست کار میکنن و در واقع عدم کارکرد یکی دو تا مثلا پانکراس شما شخص همینجوری سرطانی نمیشه، تا اول کمکاریشه، فشار خیلی زیاد، استرس خیلی زیاد باعث میشه که سلولای سرطانی محیط خوبی رو پیدا کنن. بنابراین قبل از اینکه یه بیماری سخت بیاد چندین و چند مرحله باید بگذره. این دستگاه نشون میده شما در مرحله چندم هستین. اگر در مرحله سوم، چهارم، پنجم هستین، اگر مثلا از 1 تا 10 مرحله هست، خب خیلی راحت میتونین جلوگیری کنین، انرژی اون عضو رو بهتر میکنین، غذاهایی که مربوط به اون هست با استفاده میکنین. اصلا خب خیلی چیزا در طبیعی درمانی هست، آنزیم های مخصوص هست. حالا که صحبت پانکراس شد، یک آنزیم های مخصوص هست که اصلا کل پانکراس لزومدر را میندازه و سموم رو دفع میکنه. بر صورت من پیشنهاد میکنم به همه افرادی که بالای 50 هستن سنشون، یک بار این تست رو انجام بدن. حالا جالبی که خانم این ما کنو به سن 50 نرسیم آقای دکتر، منم همینجور. جالبی که این رابطه بین احساسات رو، یعنی تنها تستی است که رابطه بین احساسات، جسم و ذهن رو به شما میگه. یه نمودار خیلی جالبی رو میکشه که مثلا عزیز شمق پیش اومده بود پیش من، میگفتش که مشکل میگرن و اینا داشت، بعد توی اون نمودار نشون داده شده بود که بسیار بسیار شخص عصبانی و از دست یه چیز خشمگینه. که ما تست رو بهش نشون دادیم، گفتیم این تست همچی چیزی رو میگه، خیلی تعجب کرد، گفت چجوری مثلا ممکنه بگه که من عصبانیم. در مورد یک موضوع خانوادگی ایشون شدیداً عصبی و در واقع فراستریتد بود. کلمه فراستریتد یا عصبی خیلی جالب بود براشون. در صورت این تستی است که جواب سوال شما خواهد بود. پس این هزینش $120 فرمودید و یک ساعت هم طول میکشه. یک ساعت طول میکشه، شخص در واقع حاضر هست به تست. اینجوری نیست که شما بیان خون رو بدین بعد بریم برگردین. همونجا که نشستین تست روی بدن شما مرحله به مرحله انجام میشه و ریپورت به شما داده میشه. بسیار عالی. سوال دیگه من این هست که در مورد محصول جدید شما هست به اسم هپی اسپری. اگه دوستان میتونم که بهتون نشون بدم که این اسپری رو به اسم هپی اسپری، یعنی این که اسپری خوشحال کننده. خیلی جالبه. خواهش میکنم. و چند نفر از سرعت بهبودی این محصول طبیعی صحبت میکردن. یه شخصی میگفت که فقط با چند تا اسپری که در دهان ایشان زده شده حالشون بهتر شده. احساس غم، افسردگی شدید که باعث نفس تنگیشون میشده و استرس زیادی بهشون میداده بلافاصله از بین رفته. درست. و خیلی هم باعث تعجب ایشان شده بوده که چطور ممکنه که اصلا همچین چیزی باشه. را میشه بر ما بیشتر توضیح بدید این هپی اسپری چه کارایی انجام میده؟ چطوری با زدن اسپری احساس غم از بین میبره؟ اسپری خیلی بعضی وقتا از زمین میگن خب اسپری رو کجا بزنیم؟ به صورتمون بزنیم؟ به دستمون؟ اسپری تو دهن زده میشه. بله. این داروهای هومیوپاتی، داروهای هومیوپاتی مشتق، ما داروهای هومیوپاتی سینگل داریم، یعنی کلاسیک داریم، و داروهای هومیوپاتی مشتق داریم که چندین و چند دارو رو توی یک محلول میذارن. چیز جالبی که هست که وقتی که تو دهن اسپری میشه از طریق زبان و زیر زبان بلافاصله جذب میشه. این عزیزی که گفتن که با سرعت جواب گرفتن، واقعا هم همینجور هست. بعضی وقتا شخص میاد و حالت افسردگی خیلی شدیدی داره، در ابتدای کانسالتیشن مشاوره ما بهش پیشنهاد میکنیم چند تا اسپری تو دهنشون بزن، تا آخر مشاوره که حدود 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه شخص احساس میکنه که یک آرامش عجیبی پیدا کرده، یه حالت مثلا رسیده به یک مرحله حتی خوشحالی. دلیل اصلیش اینه که داروهای هومیوپاتی در چند لایه کار میکنن. این در لایه ذهنی، در لایه احساسی کار میشه و سرعت عملش زیاده، به ویژه برای کسایی که افسردگی هایی که مربوط به overthinking، یعنی زیادت فکر هست. افراد
تو یک موضوع میفته تو ذهنشون فکر میکنن همین جوری به صورت دایروار فکر میکنن و این باعث میشه که شخص به یه حالت افسردگی بشه. یعنی در واقع معذبه، حالت معذب، کلمه دقیقاً کلمه معذب اینجا چیزه. اون اسپری خیلی سریع بهتون کمک میکنه. 3 تا اسپری در دهان میکنین، میتونین 3 تا 6 بار در روز این کار رو انجام بدین و خب 100% طبیعی است. محصول جدیده و تست شده است. خیلی جالبه که ما الان حدود 8 ماه هست که اینو تست کردیم و جوابگیریش بسیار بسیار عالی. ببینید دوستان، بله، عکسش رو هم هست که بله بله هپی اسپری عکسش هم هست. بله بسیار عالی. خب فقط در مورد همین افسردگی و زیادی فکر کردن در یه مورد اثر داره دیگه؟ نه خیر، البته اگر روش رو لطف کنین روش رو بخونین بح. قسمت زیر اونجا که نوشته هپی اسپری بفرمایید اگه اجازه بدین. من عینکم کامینگ، ریلکسینگ و انرژی، یعنی انرژی میده. بله. ببینین 3 تا کار اصلی شما که در حالت استرس باشین، اولا که کامینگ میخوان، یعنی که استرستون پایین بشه، یه حالت آرامش، ریلکسینگ که خب ریلکسینگ هست، و انرژایزینگ انرژیتون رو بلا فاصله بالا میبره و دلیل عمدهش هم به خاطر اون سیستمی هست که توش هست که انرژی قلب رو بالا میبره. کمک زیادی هست به حالت وقتی شما اعصابتون راحت میشه، انرژی اصلی قلبتون کاملا احساس میکنین که بالا میاد. برصورت این یکی از چیزهایی هست که یا به صورت تنها و یا به همراه جینسینگ طلایی ما میدیم برای کاهش استرس. اگر خاطرتون باشه هفته قبل من در واقع هر 3 هفته قبل ما در مورد پکیج دیابتیک صحبت کردیم. بله بله. سوالی در این مورد هست که من بعد از شما بپرسم. پکیج دیابتیکمون یه اسپری دیابتیک بود، بازم هومیوپاتی، که کاملا متفاوته با این اسپری هپی اسپری و جینسینگ. اینجا هم به همین صورت جینسینگ رو به عنوان اون ماده اصلی، به عنوان کمک کننده هیومن گروت هورمون یا اداپتوجن، در واقع اداپتوجن یعنی چیزهایی که ماده رو به انرژی تبدیل میکنن، کمک میکنن به اعضای اصلی بدن که چی، همون وایتال انرژی، انرژی حیاتی، گردشش بره بالا. برای این جذب مواد عالی، جذب مواد غذایی خیلی راحت تر بله. میشه انرژی بله. شخص یو میبینی که شخص به مدت کوتاه انرژیش میره بالا. بله. بله. سوالی در همین مورد جنسینگ طلایی هست که بله. از حضورتون میکنم. خانم فریده میگن که جنسینگ طلایی رو برای کمک به بیماری قندشون استفاده میکردن. بعد بله. از مدتی متوجه شدن که بیماری فایبرومالایا مایالاژی ایشون بهبودی قابل توجهی پیدا کرده. بله. و ایشون مدت 8 سال بوده که به این بیماری مبتلا بودن. بله. اصلا میخوایم ببینیم این فایبرمایالاژی ببخشید که منم اینقدر سختم گفتنش، اصلا چه بیماری هست و چطور جنسینگ طلایی به این بیماری کمک میکنه. خواهش میکنم. خیلی جالبه، چه ارتباط خیلی. ببینید فایبرمایالاژی کلن بیماری که درد از سر، به قول خانمی میگفت من حتی موهای سرم درد میکنه، از سر تا نوک پا همه بدن درد میکنه. و تا مدت خیلی زیادی به این میگفتن، به بیماران میگفتن this is in your head، یعنی این که فقط تو ذهنته فکر میکنی، که چون هیچ تستی انجام هرچی تست انجام میدادن چیزی نشون نمیداد. بله. میگفتن که خب تو فکر میکنی، یعنی این که بیماری فکریه که تو فکر میکنی که دردت، بدن درد میکنه. بعد متوجه شدن نه، این صورت نیست. کاهش گردش انرژی در بدن، ما 2 تا چیز در بدن داریم، یکی گردش خونه، یکی گردش انرژی. بله. این کاهش پایین اومدن گردش انرژی در بدن باعث میشه که بافت ها فایبر، یعنی همون بافت های در واقع ماهیچه ها، شروع کنه جریان انرژی رو رد نکنه و شروع استگنیشن یا درگیری ایجاد بشه. دقیقا این کاری هست که اگر شما دستتون رو نگه دارین اینجا، مچتون رو نگه دارین، بعد از چند دقیقه جریان خون که قطع بشه، بعد از چند دقیقه میبینید دستتون درد گرفت. بله. این همین، به همین سادگی. پس بنابراین این جریان خون و جریان انرژی در بدن پایینه، این بیماری فایبرمایالاژی هست. جینسینگ دقیقاً کارش برعکس، این که جریان خون و جریان انرژی رو بالا ببرن. بله. ایشون که فرمودن بعد از مدتی متوجه شدن دردشون کمتر شده، دقیقاً به همین دلیله. چون گردش انرژی رو بیشتر می‌کنه. تعداد خیلی زیادی رو داریم که
فکر میکردن آرتروز دارن. میدونیم که خیلی شبیه بله هر کس زانوش درد میکنه اول چیزی میگه آرتروز دارم، در صورتی که همچین چیزی نیست. آرتروز کاملا متفاوته، یعنی که شما با عکس گرفتن و تست های مختلف متوجه میشین که آرتروز دارین. درد فقط نشون دهنده آرتروز نیست. عزیزانی داشتم که بعد از این مدت از استفاده از جینسینگ میان میگن که آرتروز هم خوب شد، البته آرتروز نبوده، درد بوده به خاطر گردش خون و گردش انرژی پایین بودن در مفاصل باعث میشه که شخص احساس درد شدیدی بکنه و این هم کاملا نمونه بارزش هست که این عزیز تجربه کردن. خیلی خوشحالم که جواب گرفتید. بله و این بله. ریشهش هم باز همین بیماری بله. برمیگرده به استرس دیگه. بله استرس در واقع استرس ذهنی و احساسی. بله. استرس هایی که حالا جالبه 90 در بیش از 90 درصد اشخاصی که فایبرومیالژی دارن خانم ها هستن. بله و اون هم عمدتاً بعد از زایمان هست، بعد از یک یا زایمان دومشون هست، سر ممکنه کارشون استرس دا باشه و قبلا هیچ وقت کار نکرده باشن و الان لازم دارن کار کنن و کارشون پر استرسه. این باعث میشه که شخص احساس درد بگیره، اول استرس زیاد، بعد کم کم درد 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 و میرسه به مرحله ای که تمام بدن درد میکنه. من دیدم اشخاصی که قسم میخورن که بابا بدنم درد میکنه ولی خب متاسفانه از نظر نقطه نظر دیگره مثلا پزشکی بله، در شیمیایی یه مقدار سخته که چون هیچ تستی نشون نمیده، تو خون نشون نمیده بله، در واقع بله. و شخص ممکنه با گرما، گذاشتن گرما روی بدن، ممکنه با آفتاب، با حموم آب گرم، با وان آب گرم گرفتن بدنش بشه. خیلی بهتر بشه بخاطر اینکه انرژی بدن برمیگرده بله. و هپی اسپری کمک میکنه و جینسینگ طلایی خیلی خیلی کمک میکنه به این مسئله. بله بسیار ممنون جناب آقای دکتر. من این سوالاتی بود که امروز بله. قرار بود که بپرسم و داشتم. حالا میتونید که به بحث امروز بله. خواهید که در مورد چه موضوعی امروز در مورد توجه به وقتی بله. که هست و در مورد بفهمه. اون سوالی که البته فرمودین در مورد پکیج دیابتیک سه جلسه در مورد پکیج دیابتیک صحبت کردیم که عمدتاً در مورد اینکه انگر اول بود، خشم و بعد نگرانی رو ما صحبتشو کردیم که چجوری ریشه های دیابت و یا بیماری قند هستن. پکیج رو شما میتونین، سوالی بود که چند وقت میتونین استفاده کنین. 8 تا 12 ماه این پکیج رو در واقع مینیمم 8 ماه تا 12 ماه استفاده میکنین که پکیج شامل جینسینگ طلایی بود که عکسشو دیدین و اسپری دیابتیک یا کپسول دیابتیک جفتش رو به هر عنوانی باشه ما یا این رو میدیم یا اون رو. و اگر قند شخص بسیار بسیار بالا باشه ساپلمنت هایی مثل ویتامین B6 و کرومیوم هم داده میشه، ویتامین های سری B و کرومیوم هم داده میشه. البته این سیستمی که عرض میکنم با مشاوره باز میشه که آیا شخص واقعا ریشه استرسش خیلی زیاده یا ریشه تغذیهش خیلی خیلی بده به چه صورت هست. بعضی هستن که متوجه نیستن مقدار زیاد برنج و نون انگار که شما دارین شیرینی میخورین. اگر هرچی نشسته بالایی بخورین بله. شخص میگه من اصلا شیرینی لب نمیزنم بله. ولی وقتی صحبتش میکنی میبینی روزی 2 تا 3 تا نون میخوره، یه عالمه برنج میخوره، سیب بله. زمینی زیاد میخوره. اینا چیزایی هست که مستقیما تبدیل میشه به شکر قند در بدن و باعث بالا رفتن قند میشه. یا حرکت نداشتن دوست. شما اگه بدنتون طوری باشه که حرکت نداشته باشی به هیچ وجه، این خودش باعث میشه که قند تو بدنتون نسوزه و قند خونتون بالا بره. پیاده روی یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مهمه برای کسایی که بیماری قند دارن. اجازه میخوام معذرت میخوام آقای دکتر، من شماره ای که دوستان میتونن با شما تماس بگیرن و خدمتون بیان و مشاوره ای با شما داشته باشند رو اعلام میکنم. 905-508-6668 دوستان 905-508-6668 میتونید با آقای دکتر طایبی تماس بگیرید بله. با آفیسشون و تشریف ببرید و مشاوره ای با ایشون داشته باشید بله. و شما ایمیل آدرستون رو هم من میتونم برای دوستان بگم. دکتر طایبی باید حتما اسپل کنم drtaebi@yahoo.com بله. همطور که در صفحه تلویزیون هم میبینید بله. دکتر طایبی@yahoo.com
www.norohachiha.com میتونید تماس بگیرید، ایمیل بفرستید براشون. عزیزانی که از ایران تماس میگیرن و یا از اکثر اوقات اروپا و آمریکا، از نظر الان ایمیل خیلی راحت هست. شما از طریق یوتیوب هم میتونین برنامه های تلویزیون رو ببینین، فقط کافی همین کلمه DR تایبی رو بزنین یا DR فاصله تایبی رو بزنین، برنامه های تلویزیونی رو میبینین، هم به فارسی هست هم به انگلیسی. یه سری مدیتیشن ها هست که به صورت رایگان شما میتونین اونجا ببینین، به ویژه برای افرادی که حالت های افسردگی دارن مدیتیشن خیلی خیلی کمکشون میکنه. حدود 10 دقیقه 5 دقیقه بیشتر نیست و هم به زبان انگلیسی هست هم به زبان فارسی، هر کدومو که میخواین انتخاب میکنین و میبینین چه تغییر جالبی رو انجام میدین. تکنیک های خیلی ساده ای که توی برنامه های تلویزیونی ما انجام دادیم و خدمت عزیزان گفتیم، اینها رو هم میتونین نگاه کنین. بعضی از تکنیک ها رو اگر 3-4 بار انجام بدین با من روی برنامه یوتیوب، این قلقش دستتون میاد، خیلی راحت قلقش دست میاد، میتونی خیلی بعد دیگران هم بگین استفاده کنن. عمدتا تکنیکا به این خاطره که بتونی شما احساساتون رو صریح بچرخونین، یعنی 180 درجه اگر احساس به عنوان مثال احساس خشم هست بتونید 180 درجه بچرخونینش. حالا همون مدت نه، بعضیا هستن ساعت‌ها و روزها اون احساس توی بدنشون هست و باعث میشه که خودشون و اطرافیانشون در واقع یه حالت ناراحتی و زجر رو برای خودشون و اطرافیانشون میارن. بله. و میبینی که اون احساس رو وقتی که شما میچرخونین everything is okay و احساس ترس، به ویژه احساس ترس و نگرانی که واقعا مخربه روی خانه، اصلا یک چیز عجیبیه، شما شخص هم توشه نمیفهمه که فکر میکنه که همینی که هست. بله. ولی اون باورهای قدیمیش همیشه این احساس ترس، نگرانی، ترس از آینده چه اتفاقی میفته و در واقع عدم حضور توکل رو براش میاره و میبینین که شخص ناراحتی هایی مثل کمردرد، مثل ناراحتی هایی که میدونین ترس در انرژی درمانی در کلیه ها و در حضورتون از کنم رو چاکرا میشینه، چاکرای ریشه، و باعث میشه که کل سیستم شما قبض بشه. چاکرای ریشه چاکرای اصلی هست که کل چاکراها روی اون نوریشمنت هست، حس بقا هست، ادامه نسل هست که روی اون هست. و میبینین که وقتی که این گرفتگی داشته باشه تمامی بدنتون از حالت در واقع قفل میشین شما. پیشرفت هاتون تمام از بین میره، شما پیشرفت نخواهید تونست بکنین، ارتباطاتتون خیلی ضعیف میشه، ترس از این که بهش میگن fear of rejection، ترس از این که شخص به شما مثلا محل نده یا این که نبگه به شما، باعث میشه که خودتون رو عقب بکشین و تنهایی و بعدش هم دیپرشن. یک بحث بسیار جالبی است که ما داشتیم در کلاسایی که سمینارهایی که داریم، باز هم اینو توی ویدیوهای یوتیوب میتونین چک کنین، برنامه‌های مختلف رو ببینین که به چه صورت هست. بسیار ممنون جناب دکتر، بسیار از این ممنون از این که بنده رو خواستید که با شما همراه باشم در این برنامه، باعث افتخار بنده هستش. دوستان یک بار دیگه تلفنی رو که میتونید جهت مشاوره با جناب آقای دکتر تایبی تماس بگیرید خدمتون اعلام میکنم، 905-508-6668 و همچنین میتونید که از طریق ایمیل هم با ایشون در تماس باشید، دکتر تایبی @yahoo.com. و بسیار ممنون جناب دکتر، بسیار ممنونیم از بینندگان که با ما نیم ساعت رو همراه بودید. همه شما عزیزان رو تا هفته آینده سه شنبه ساعت 8 بعد از ظهر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما. وقت خوش. خدا نگهدار. آیا از استرس، افسردگی، اضافه وزن و یا حتی از ناراحتی‌های قلب و عروق رنج می‌برید؟ من دکتر تایبی با بیش از 15 سال تجربه روش‌های طبیعی درمانی را برای سلامتی و بهبودی شما ارائه می‌دهم. تلفن 905-508-6668. بالاترین ثروت شما سلامتی شماست.
خدمات حسابداری امین شامل کلیه امور حسابداری اشخاص و شرکت‌ها، تهیه بیزینس پلان و ثبت شرکت‌ها. حسابداری امین واقع در 5927 خیابان یانگ، سویت 202. تلفن 416-224-0540. حسابداری امین، نامی معتبر. کادر ورزیده ما در حسابداری امین با دقت و دلسوزی هرچه بیشتر بیشترین منافع شما رو